نویسنده کتاب رابرت کیوساکی گفت که دو پدر دارد. یکی پدر بیولوژیک من و دیگری پدر صمیمی ترین دوستم. پدر رابرت پزشک بود و در دانشگاه تدریس میکرد. پدر دوم رابرت یاد گرفت که چگونه پول درآورد و چگونه ثروتمند شود. او هرگز از دانشگاه فارغ و تحصیل نشد و تمام علومی که آموخت از طریق تجربه آموخته شد. در ابتدا هر دو پدر به اندازه کافی درآمد داشتند. پدرها فوت کردند. یکی از متوفی ها فردی ثروتمند بود و میلیون ها عرص برای خانوادهش به جا گذاشت و پدر دیگری خانوادهش را به دهکار گذاشت. کیوساکی میگوید کسب درآمد از علومی است که در مدارس تدریس نمی شود. در مدرسه فقط به ما یاد می که چگونه کارگر شویم و شغلی بسازیم. به همین دلیل بسیاری از والدین فقط این را به فرزندان خود آموزش می دهند و سعی می کنند بچه ها را کارگر کنند. اگر از یک خانواده متوسط هستید و مسلم است که پدر و مادرتان این را به شما یاد داده اند، فقیر خواهید شد. و ربطی به آن ندارد که پدر و مادرت شما را دوست ندارند و نمیخواهند شما موفق شوید. این بستگی به این دارد که آنها چیز بهتری نمیدانند. آنها این گونه هستند بزرگ شده اند و اطلاعاتی را که یاد گرفته اند به فرزندان خود آموزش می دهند. ضعیف شبیه ژنتیک است. از همین گروه سرچشمه می گیرند. پدر و مادرم به من توصیه کردند که همیشه درس بخوانم و حرفه ام را تمام کنم و شغل دائمی پیدا کنم مشغول شدن وقتی شروع به خواندن کتاب هایی از این دست کردم متوجه شدم که در حین مطالعه چندین چیز از این کتاب یاد می گیرم. اگر از یک خانواده متوسط هستید و پدر پولدار و پدر فقیر را نخوانده اید، به شما توصیه می کنم زودتر بخوانید. کاش یکی به من می گفت این کتاب را در چهارده یا پانزده سالگی بخوانم. خیلی چیزها می توانند مثبت بهتر باشند اگر من قبلا این کتاب را می خاندم. در این ویدیو در مورد هفت نکته مهم نوشته شده در این کتاب صحبت خواهم کرد. اولین ایده در مورد اهمیت مطالعه امور مالی و درک ثروت و ارتباطات آن. درک تفاوت بین این دو مهمترین قدم برای ثروتمند شدن است. به عبارت دیگر مال این چیز است که با پول عوض می کنید. مثال، اگر ماشینی دارید که پولتان را از جیبتان خارج می کند. یعنی با پولی که آنها داشتن ماشین خریدی و هر ماه به تو کرایه دادن شما پول بیاورید، آنگاه یک دارایی محسوب می شود. اگر ماشین دارید و انتظار دارید ماهانه هزینه تعمیر ماشین خود را بپردازید این ارتباط وابسته محسوب می شود. نمونه هایی از این دارایی ها ساختمان های اجاره کارخانه های صنعتی، کارخانه های فلزی و غیره است. ارتباط اولین ایده در مورد اهمیت مطالعه امور مالی و درک ثروت و ارتباطات آن. درک تفاوت بین این دو مهمترین قدم برای ثروتمند شدن است. به عبارت دیگر مال این چیز است که با پول عوض می کنید. مثال اگر ماشینی دارید که پولتان را از جیبتان خارج می کند. یعنی با پولی که آنها داشتن ماشین خریدی و هر ماه به تو کرایه دادن شما پول بیاورید آنگاه یک دارایی محسوب می شود. اگر ماشین دارید و انتظار دارید ماهانه هزینه تعمیر ماشین خود را بپردازید این ارتباط وابسته محسوب می شود. نمونه هایی از این دارایی ها ساختمان های صنعتی، کارخانه, های کارخانه های فلزی و غیره است. ارتباط این خانه‌ای که در آن زندگی می‌کنید. تلفن شما ماشینی که رانندگی می‌کنید، افراد ثروتمند را جذب می‌کند و می‌تواند به اندازه افراد فقیر اعتیاد آور باشد. درآمد شما مسدود خواهد شد. افراد فقیر برای خود آیفون می‌خرند و افراد ثروتمند برای خود سهام اپل می‌خرند که به معنای واقعی کلمه ثروت است. در که تجاری خود همکلاسی خود مایک را داشت. آنها با پدرشان که به آنها آموزش می‌داد برای ثروتمند شدن کار می‌کردند. اولین قانونی که یاد گرفتند این بود ثروتمندان برای پول خود سخت کار نمی کنند پول آنها برای آنها کار می کند افراد ثروتمند از تخیل خود استفاده می کنند و راههایی را پیدا می کنند که 24 ساعت شبانه روز و 7 هفت روز هفته برای آنها پول در بیاورند از دید یک فرد ثروتمند همه با مبلغ اندکی ساعتها و حتی روزها کار می کنند در مقابل طبقه فقیر و متوسط توسط ترس یا میل هدایت می شوند. آنها میترسند که قبوز خود را نپردازند یا چه زمانی وقتی پول بیشتری به دست میآورند میلشان به وجود میآید ایده دوم در مقایسه این است که یک فرد ثروتمند پول خود را سرمایه گذاری می کند. و حتی اگر تمام پول را از دست بدهد این یک مزید است چون حداقل چیزی یاد گرفت این دانش به یک دارایی قوی برای سرمایه گذاری آینده شما تبدیل می شود. از طرفی تلویزیون بعد از چند ماه ارزش خود را بیشتر از دست می دهد و بنابراین پول خود را از دست می دهید و علاوه بر این فرصت یادگیری چیزهای جدید را از دست می دهید. ایده سوم در مورد درک مالیات، حسابداری و قانون است. به گفته کیوساکی، کسب درآمد زیاد هیچ مشکلی را حل نمی کند. یادگیری نگه داشتن پول پس از به دست آوردن آن مشکل را حل می کند. اگر یک فرد ثروتمند صد هزار دلار درآمد داشته باشد همه آن را نگه میدارد اگر یک فرد فقیر یا متوسط صد هزار دلار درآمد داشته باشد تحت کنترل شدید است و سی ایده چهارم ثروتمندان پول را اختراع می کنند. نویسنده میگوید هر فردی با استعداد متولد می شود اما این استعداد با نفس و ترس سرکوب می شود. متوجه می شود که نه تنها افراد تحصیل کرده و باهوش به جلو حرکت می کنند و آنها شجاع و ماجراجو هستند. مردم هرگز از نظر مالی پیشرفت نمی کنند حتی اگر آنها پول زیادی به دست می آورند زیرا فرصتهای خود را به دلیل ترس و شک و تردید نادیده می گیرند. بیشتر آنها دور هم می نشینند و منتظر فرصت هستند. نظر نویسنده این است که مردم می توانند شادی خود را ایجاد کنند. آنها مجبور نیستند منتظر خوشبختی باشند و در مورد پول هم همین طور است. موفقیت را باید به دست آورد. ایجاد شده. ایده پنجم کار برای یادگیری نه برای پول. کیوساکی می گوید که پدر فقیر او پدر بیولوژیکی فقیر او باهوش و تحصیل کرده بود. او برای پول کار می کرد زیرا امنیت شغلی برای او همه چیز بود. پدر ثروتمند او میلیونر شد زیرا برای یادگیری کار میکرد. نویسنده به جوانان توصیه می کند که به دنبال شغلی باشند که در آن بتوانند درآمد بیشتری کسب کنند به ویژه در زمینه های فروش ارتباطات بازاریابی حسابداری مدیریت و غیره در طی مصاحبه با روزنامه نگار رابرت کیوساکی او متوجه شد که روزنامه نگار در آن زمان در تلاش بود تا نویسنده ای پرفروش شود متوجه شد که او نویسنده بزرگی است و معتقد بود که باید به راه خود ادامه دهد. به او گفت که هیچ کس نمیخواهد کتابهایش را منتشر کند. او به طور تصادفی به او توهین کرد که به او گفت برای ارتقای بهتر مهارتهایش در دوره بازاریابی خود شرکت کند. دفاعی شد. او پاسخ داد من فوق لیسانس ادبیات انگلیسی دارم. چرا باید به مدرسه بروم تا یاد بگیرم چگونه فروشنده شوم؟ من یک حرفه‌ای هستم. من به مدرسه رفتم تا حرفه یاد بگیرم تا فروشنده شوم. من از فروشندگان متنفرم آنها فقط پول میخواهند عصبانی شد میخواهند وسایلشان را جمع کنند رابرت کیوساکی اشاره کرد که او نویسنده بزرگی است. این جمله فقط او را عصبانی کرد و مصاحبه را پایان داد. افراد موفق و با استعداد زیادی در دنیا وجود دارند، پزشکان و کلاب دندان پزشکان اما مشکلات مالی دارند. اما به عنوان مشاور مدیریت مرد سفید پوست یک بار گفت شما فقط یک مهارت از ثروت زیاد دارید اگر از دانش خود در زمینه حسابداری، بازاریابی، پس انداز استفاده کنید شما می توانید به چیزهای بزرگ برسید اگر خبرنگار به جای کار در یکی از شرکت های تبلیغاتی نویسنده بود می توانست موقتی تر از الان باشد رابرت گفت شما باید کمی در مورد خیلی ها یاد بگیرید در مدرسه و محل کار از شما انتظار دارند که متخصص شوید افرادی که به کار وابسته هستند در واقع حرفه‌ای هستند. پدر ثروتمند رابرت کیوساکی همیشه برعکس را توصیه می کرد. به همین دلیل رابرت در طول سال در شرکت پدر ثروتمندش در جهات مختلف مشغول به کار شد. انتظار میرفت که او با وکلا، بانکداران و دیگران ملاقات کند. حسابدار به ساز برای پدر ثروتمند این مهم بود که رابرت تمام جنبه های امپراتوری ها را یاد بگیرد. ایده ششم افرادی که از شکست اجتناب می کنند شتاب خود را نیز از دست می دهند. مردم هرگز به چیزی دست نمی زیرا می ترسند، از دست بدهند یا شکست بخورند. مردم از اشتباهات چیزهای زیادی یاد می گیرند و درسهای مهمی می آموزند. وقتی زمین می خوریم، یاد می گیریم. اگر هرگز زمین نمی هرگز راه رفتن را یاد نمی گرفتیم. همچنین دوچرخه سواری مانند یادگیری راه رفتن و همچنین ثروتمند شدن است. شکست بخشی از فرایند موفقیت است. کیوساکی میگوید که در نظر گرفتن بازی پول من مانند یک بازی تنیس است. من با مشکل بازی می کنم، اشتباه می کنم، خودم را اصلاح می کنم، دوباره من اشتباه می کنم و خودم را اصلاح می کنم تا بهترین باشم. اگر بازی را به بازم با رابطه با مرکز دست های حریف ارتباط برقرار می کنم می فشارم و لبخند می زنم و می گویم شنبه آینده می بینمت. من افراد زیادی را می شناسم که سعی کرده اند کسب و کار خود را بسازند اما موفق نشدند و پس از سه یا چهار اشتباه منصرف شدند. همیشه من را شگفت زده می کند که چقدر این افراد امیدوارند با این همه تلاش موفق شوند. پس از سه یا چهار تلاش ناموفق از هدف خود دست بکشید. آن را بلند می کنند مثل زمانی که به باشگاه می روند و بعد از چند روز تمرین به دلیل اینکه نتیجه را نمی بینند، تمرین خود را تمام می کنند. اگر می خواهید به نتیجه برسید، شما باید به نتیجه خوب امیدوار باشید و اگر برنامه شما خوب نیست برنامه تمرینی را تغییر دهید. شما باید برنامه غذایی متفاوتی را امتحان کنید. شما باید استاد دیگری را تجربه کنید. این کارها را انجام دهید تا زمانی که چیزی را پیدا کنید که برای شما مفید باشد. متاسفانه مردم در مورد باید از نظر مالی ثروتمند بودن ذهنیت یکسانی ندارند. ایده هفتم روی درآمد تمرکز نکنید بلکه بر آنچه دارید تمرکز کنید. ثروتمندانی که برای مدت طولانی ثروتمند هستند اول ثروت خود را می سازند و سپس از درآمد کالاهایشان شرایط خوبی برای خود ایجاد می کنند. افراد فقیر و متوسط ابتدا با خون کبد شرایط خوبی را برای خود ایجاد می کنند. اگر یک مرد ثروتمند بخواهد یک ماشین خوب بخرد، سریع آن را نمی خرد. او ابتدا دارایی را می خرد که برایش درآمد به ارمغان می آورد. و از درآمد اجناس خود را می ثروتمندان ابتدا روی دارایی تمرکز می کنند که برای آنها درآمد ایجاد می کند. این پایان ویدیوی ما است. اگر ویدیو را دوست داشتید لایک و سابسکرایب را فراموش نکنید.